سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب و ایام به کامتون باشه. به کانال خودتون، کانال حاشیه، خیلی خیلی خوش اومدین. برای اینکه ویدیوهای بعدی کانال رو از دست ندین، حتما سابسکرایب کنین، زنگوله رو هم یادتون نره که روشن کنین. این بار موضوع ویدیو راجب آقای محمود قربانی و نایت کلابش هستش. خیابون پهلوی سابق به عنوان شاهراه مرکزی تهران بود و هست. میامی هم در این خیابون بود و بهترین خیابون تهران شاهد قد کشیدن میامی بود. هتل کاباره‌ای که خیلی زود مورد توجه عموم قرار گرفت، به خصوص قشر مرفع جامعه. محمود قربانی از کاباره‌اش خیلی تعریف میکنه و میگه در دنیا سر و صدا کرده این هتل و کلی توریست وارد مملکت کردن. روزای اول میامی دوتا اتاقش هم پر نمیشد، اما رفته رفته خیلی زحمت کشیدیم و هتل میامی در دنیا سر و صدا کرد. حالا برای میامی چه اتفاقی افتاد؟ محمود قربانی متأهل بوده و وقتی با گوگوش آشنا میشه همسرش رو طلاق میده. با گوگوش ازدواج میکنه و بعد از اون گوگوش در میامی اجرا میکرده و محمود قربانی میخواسته در هر کشور یک هتل بزنه و جهانیش کنه. اما ازدواج پر سر و صدای محمود قربانی همه چی رو تغییر میده. گوگوش دختر 17 ساله با دلبری کردن برای محمود قربانی صاحب هتل میامی و نشستن به تخت شاهین شهیدی که همسر عقد کرده محمود قربانی بود، همه چی رو تغییر داد و میشه گفت که از اون به بعد مرگ میامی رخ داد. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. برای اینکه ویدیوهای بعدی کانال رو از دست ندین، حتما سابسکرایب کنین، زنگوله رو هم یادتون نره که روشن کنین. ممنون که لایک میکنین، از ما حمایت میکنین. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون.